همراه میشیم با مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. خیلی خوش آمدید آقای جاودانفر. آیا در روابط آمریکا و اسرائیل مرسوم هست چنین چیزی که مقام‌های اسرائیلی در واقع همچین عملیاتی رو به آمریکایی‌ها اطلاع بدن؟ سابقه داشته قبلا که به خاطر همکاری و نزدیکی که دولت اسرائیل و آمریکا داره، به خصوص در مورد مسئله ایران، فراموش نکنید که بر اساس روزنامه نیویورک تایمز هم اسرائیل و هم آمریکا و اسرائیل در تولید ویروس استاکسنت که استفاده کردن برای تاسیسات اتمی ایران همکاری کردن. پس همکاری بسیار نزدیک بین هر دو کشور وجود داره، به خصوص در مطلق در مسائل اطلاعاتی. و در بعض مواقع بله، اسرائیل و آمریکا این حملات رو در میان گذاشته قبلا، و به نظرم که مثلا در زمان آقای اوباما نه، شاید یکی عملیات‌های اسرائیل و آمریکا اعتراف نکرده، ولی معمولا میشه گفتش که بله بودن عملیات هایی که آمریکا اسرائیل آنها را آمریکا را در جریان گذاشته. بله، آیا خب چنین گزارشی به این معناست که آمریکایی‌ها تلاش میکنن در چنین وقایعی مسیر خودشون رو از اسرائیل جدا کنن؟ بله، به نظر میاد که در این مسئله، در این مقطع، بله، به نظر میاد که آمریکایی‌ها با این اقدام میخوان به جمهوری اسلامی ایران بگن که این عملیات اخیری که در تهران اتفاق افتاده و نسبت داده شده به اسرائیل، ما با اون هیچ ربطی نداشتیم، اون یک کاملا جدا بوده از تصمیم گیری و میشه گفتش که و از تصمیم گیری و حمایت دو آمریکا، و میخواد حساب خود آمریکا، به نظر میاد که با این اقدام میخواد حساب خودش رو از اسرائیل کاملا جدا بکنه که احیانا به برجام صدمه نخوره، که فردا اگر برجام شکست خورد، دولت آمریکا بتونه بگه که تقصیر ما نبود، تقصیر جمهوری اسلامی ایران. خب الان جمهوری اسلامی در نامه به سازمان ملل گفته کشته شدن سید خدایی در راستای سیاست کشتن شهروندان و دانشمندان ایرانی. آیا سید خدایی واقعا به همین دلایلی که ادعا میشه کشته شده؟ ببخشید، به نظر من اگر واقعا اسرائیل مسئول این عملیات بوده و اگر یه همچین کسی کشته شده و میگن که همچین کار بوده، به نظر من دولت اسرائیل اگر بخواد یه همچین عملیات هایی رو در ایران انجام بده، نمیره دنبال انسان های معمولی و انسان های بیگناه که هیچ ربطی ندارن به حملات جمهوری اسلامی ایران به ایران. به نظر من اگر این گزارش‌ها درست هستن و اسرائیل واقعا مسئول این حمله بوده، به احتمال زیاد آقای صیادی ایشون در شرکت کردن در عملیات‌های حداقل در عملیات‌های علیه امنیت شهروندان اسرائیل. سپاسگزارم از همگاهی شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما بودید.